Bismillahirrahmanirrahim. Ba salam durud hizmet hamigi şuma azizan. İnşallah ki hamigi xub xoş başin. Xub dostay aziz, fasl cedidi ki xud şuma inşallah qarar be i celese bukhonim. Fasl aftum netayec huquqi aqd izdivaj. ببینین دوستان عزیز بعد از اینکه عقد ازدواج بالاخره دیگه از اول کتاب که خواستگاری شد و بالاخره نامزدی شد و بالاخره عروسی شد دیگه این همه گپ و گفتا دیگه صورت میگیره حالا دیگه در اینجی وقتی که این عقد ازدواج با تمام ارکان و شرایط خود منعقد شد دیگه این باعث میشه که خود به خود یا به صورت اتومات یک سلسله آثار و نتایج حقوقی به وجود بیاره. حالا قسمتی از این نتایج حقوقی برای خانم برمیگرده، نسبتی برای شوهر برمیگرده یا قسمتی برای شوهر برمیگرده و یک قسمتی هم مشترک هم تعلق بر خانم میگیره و هم تعلق بر شوهر میگیره. در اینجا سه بحث عمده یا سه بحث مهم ما و شما بحث میکنیم. یک یا امو بحث اول حقوق زوجه در برابر شوهر، مبحث دوم حقوق زوج در برابر زوجه و همچنین مبحث سوم حقوق مشترک زوجه، حقوق مشترکی که در میان زن و شوهره. بحث اول حقوق زوجه. به صورت عموم حقوق زوجه در برابر شوهر به دو بخش تقسیم میشه دوستای عزیز. بخش اول حقوق مالی، بخش دیگر حقوق غیر مالی. حقوق مالی را اگر یاد شما باشه به مضمون حقوق وجایب هم خونده باشین شما دوستان، به اونجی هم ما میگفتیم که حقوق مالی به حقوق گفته میشه که قابلیت تقویم یعنی قیمت گذاری یا تقدیر و سنجش به پول داشته باشه. بعد مثلا میامدیم میگفتیم مثل فرض کنیم نفقه، مهریه، میراث، بالاخره لباس دیگه، خونه خریدن، یعنی منظور از خونه خریدن دیگه می پولی که خونه قراره بخریم، اینا دیگه همگی بالاخره اشیایی بود که به پول رد و بدل می شد. قابلیت قیمت گذاری یا قابلیت اندازه یا قابلیت سنجش به پول داشت. چون میگم حقوق مالی دیگه می از نوع پیدایه که منظور از مال دیگه بالاخره یا پول یا خونه یا طلا یا نقره، یعنی اشیایی که خرید و فروش بشن و بالاخره منفعت مالی یا بهرهگیری مالی از اونا صورت بگیره. اما برعکس حقوق غیر مالی زوجه به حقوق گفته میشه که قابلیت تقویم، تقدیر یا سنجش به پول نداشته باشه. مثلا مثل دوست داشتن. حالا دیگه دوست داشتن به پول قابلیت خرید و فروش نیه. هرچی بالاخره دو نفر کم دیگر دوست داشته باشن، هرچی ما پول بدین که شما متنفر شیم هم نمیشه و هرچی پول بدین که هم دیگر دوست داشته باشن. اخلاق مسئله یه که به پول خرید و فروش نمیشه. یک نفر بالاخره اگه خوش اخلاق هم باشه تا سال ما مصرف کنیم که ای بلکه بد اخلاق شه هم نمیشه، و اگر بد اخلاق هم باشه تا سال ما مصرف کنیم که ای خوش اخلاق بشه هم نمیشه. مثلا برخوردنی، مثلا عاطفه، مثلا احساسات، مثلا حق تمتع جنسی، مثلا بالاخره رعایت عدالت در میان زوجات، مثلا حق عدم ممانعت زوجه از ملاقات کردن از او با والدین، بالاخره یا غیر مسائل دیگر. یا خانم بالاخره مثلا بری شوهر بگه تو به دیدن مادر پدر خو یا خواهر و برادر خو اینا نرو، اینا همگی حقوق هن دوستای عزیز که حقوق غیر مالی هن. بالاخره به پول خرید و فروش نمیشن، قابلیت خرید و فروش ندارن، قابلیت تقویم یا قیمت و گذاری دیگه در اینا نیست. پس به اینجا دیگه ما یک سلسله عناوین اصلی داریم، یک سلسله عناوین فرعی داریم. خوبه که بریم به سر اصل بحث که عناوین اصلی ما و شما رو تشکیل میده. ما پیشتر گفتیم که اول بحث ما حقوقی که یک زن نسبت بر شوهر داره، دوم حقوقی که یک شوهر نسبت بر خانم داره و سوم حقوق و وجایبی که مشترک در میان
زن و شوهره. خب حقوق مالی خانم به چند بخش تقسیم می شد؟ اول ما می آییم بالاخره از سن و حقوق مالی گپ می زنیم. یک، حق مهریه، دوم حق نفقه و سوم حق میراث. حق مهریه و نفقه مختص بر خانمه و باز حق میراث مشترک بر خانمه. همین رقم که شوهر از خانم میراث میبره، همین رقم خانم هم از شوهر میراث میبره. پس این حق میراث دیگه مشترک در میان زن و شوهر. اولین بحث ما و شما دوستای عزیز بحث مهریه. در قسمت حق مهر زوج، مهریه، ما و شما اول خوبه که بحث مهریه یک تعریفی داشته باشیم و بعد بریم به سیر تاریخی و بالاخره حکمتی و ای گپ و گفتایی. خب ببینیم دوستای عزیز، کلمه مهر، کلمه مهر در زبان عربی چندین معنا یا معانی متعدد و مختلفه میتونه داشته باشه. خب ببینید دوستای عزیز، در قسمت حق مالی زوجه گفتیم که این به صورت عموم به سه بخش تقسیم میشد. یکی مهریه بود، نفقه بود و همچنان میراث. میراث گفتیم مشترکه. حالا بحث ما و شما هست در قسمت حق مهریه زوجه یا حق مهر زوجه. خوبه که ما اول بیایم مهر یک تعریفی داشته باشیم، باز میریم به روی سیر تاریخی از او، بالاخره حکمت مشروعیت از او، اینها بحثای بعدیه. مهر، کلمات مترادف مهر در زبان عربی وجود داره که بالاخره مفهوم مهر میرسونه، به نام صداق، فریزه، نحله، اجر، صدقه و غیره، و عبارت از یک مقدار پول یا مالیه. از لحاظ اصطلاحی میگم که مهر عبارت از مقدار پول یا مالیه که از طرف زوج برای زوجه یا برای خانم از او پرداخته میشه. خب حالا به اینجی دوستای عزیز، یک بحثی که هست اینه، یک تعداد دیگری از فقهای اسلامی آمدن تعریف کردن، گفتن که نه، برعکس، مهریه در واقع یا مهر عوض یا بدل ملکیت استمتاع زوج از زوجه وضعه نشده، بلکه هدف از مشروعیت مرد در واقع اظهار کرامت و شرافت به عقد ازدواج. چرا آمدن این دلیل رو گفتن؟ به خاطر از اینکه در مقابل از اینا یک تعدادی از فقها چنین نظر داشتن، میگفتن همین مرد که مهریه میده برای خانم، هدف از اون اینه که بالاخره من به توی مهریه پرداخت میکنم، به خاطر از اینکه ببخشن دیگه تو این حق استمتاع یا بهرهگیری جنسی رو برم بدی، یعنی به خاطر که من با تو رابطه جنسی برقرار میکنم، من این مقدار رو میارم بالاخره برای تو پرداخت میکنم و گویا که تو در بدل از این پول خود خور برای من مباه میکنی تا من با تو استمتاع داشته باشم. یعنی گویا که به نظر از اینا میگفتن که مهر عبارت از اون مالیه که در نتیجه عقد ازدواج در عوض ملکیت استمتاع از زن برای شوهر از او لازمه و شوهر هم مجبور که باید به وجه احسن برای زوجه یا خانم خو پرداخت کنه. اما این تعداد فقها گفتن که نه، به خاطر از این گفتن ما این مهریه وقتی که میایم وضع میکنیم برای خانم میدیم به خاطر عزت، کرامت و شرافت، یعنی بالاخره به خاطری که عزت بری عزیزم قائل میشیم، کرامت بری عزیزم قائل میشیم، شرافت بری عزیزم قائل میشیم، پس ما به این خاطر میاییم بری عزی مهریه وضع میکنیم. حالا در این چی دوستای عزیز، در واقع یک بحث دیگه هم که هسته که مهر عبارت از اشیایی که زوج او به عنوان عطیه، بخشش یا بالاخره هدیه برای زوجه یا برای خانم خو میپردازه. مرد در حقیقت حق کامل زن برای شوهر زونه، شوهر مسئولیت داره بالاخره تایر برای خانم خو بپردازه، به هیچ کسی هم نمیتونه که بالاخره ممانعت، مثلا پدر، مادر، برادر، خواهر، عمه، کاکا، ماما بیان برای خانم بگن نه تو مهریه نگیر، مهریه حق خود خانمه. و بالاخره وقتی که خانم مهریه خور خواست، شوهر مجبور مکلفه،
هر چی که خانم خواست، چون اقل مهریه تعیین شده که 10 درهم 10 دراهم، ولی اکثر مهریه تعیین نشده دیگه که شما اکثر مهریه چقدر. ای بالاخره به توافق طرفین که همون زن و شوهر باشن، بالاخره چی که اینا توافق کردن و شوهرم مجبوره که ایل بیایه پرداخت کنه. و این حق خود زن، دوست داره زن میتونه پس این مریه بره شوهر خو هبه یا بخشش کنه، میتونه که بره مادر خو، میتونه بره پدر، بره برادر، بالاخره بره هر کس که خواست میتونه بالاخره این پرداخت کنه. یعنی به هیچ وجه نمیتونه پدر ازی بدون ازی که دختری رضایت داشته باشه این بگیره یا برای مصارف شخصی خود خو این استفاده کنه، که این هم در واقع یک عرف نابجا و یکی از عرفای غلطی که در جامعه ما وجود داره. بالاخره همین مسئله که وقتی که دختر و پسر با یک دیگر ازدواج میکنن، مسئله به نام مرد در اکثر مناطق کشور ما مطرح نمیشه، مگر اینکه بین 4 تا تحصیل کرده یا حالا تاوبالا میشه میگن بالاخره مریه خانم میگه، یا ما خانه ما یا زمینی دوکانی بالاخره به اسم ما امینار بکن ما دیگه بالاخره همی به عنوان مهری ما باشه اینها. منتها یک بحثی که هست دوستای عزیز در قسمت مهریه، ما گفتیم که حق خود زنه، ولی در اینجا متاسفانه امروز این مسئله جایگاه خود در جامعه ما متاسفانه به پیشکش مبدل ساخته. چیگونه به پیشکش مبدل ساخته؟ مثلا این رقم میان استدلال میکنن میگن که فامیل دختر رو به چه خودی هم دیگر میشینن، بعد مثلا پدر دختر میگه 5 لک، باز پدر به چه میگه نه 4 لک. خدای نخواسته دور از اینا باشه، مثل که اینا حیوان بالاخره خرید و فروش کنن یا رد و بدل در میان از اینا باشه، اینا میرقم چه نمیزنن، در حالی که بالاخره نباید به سر انسان با کرامت با شرافت بالاخره چه نزده بشه. خب بالاخره با میان آخر فیصله میکنن به سلگ یا به 4 لگ، اونا رو پدر میگیره، بالاخره نمیر به کیسی خو میکنه، نمیر بالاخره باز میایه یک جیزیه مثل نبر دختر میده، در حالی که اینا هیچ کدام از اینا اساس و تهداب شرعی نداره. یک نفر میگفت که بالاخره بریم به ما خواستگاری، میگفتیم مثلا اگر فامیل دختر گفت فرض کن یک خونه ای که 50,000 دلار قیمتی باشه به اسم دختر ما کن به عنوان مهریه، دیگه ما چیکار کنیم؟ میگفت نه بالاخره شما گرفتین، حالا دیگه ما خب ندارم. یا مثلا مسئله شیربا میگفتیم شیربا چی بود؟ میگفت من که ندارم، یک بالاخره کارتن 24 تای شیری میگیرم بدیم بره مادر بگیم این هم حق شیر تو. چون دیگه در جامعه ما فعلا همین دو تا مروجه، یا میان شیرباها میگن یا میان مسئله پیشکش، یعنی دو مسئله پیش میکنن، در حالی که هیچ کدام از اینا از لحاظ شرعی کدام اساس و تهدابه نداره. بعضی فامیلا متاسفانه وقتی که دختر پسر با هم ازدواج میکنن بره دختر که هیچی دیگه، بله میبرن بره مادر یا مثلا 5,000 10,000 دلار به اندازه استطاعت یا توانایی که دارن، بعد میگن که این شیربها، در حالی که خوب امور بالاخره به عنوان مهریه بره خانم بدن. ببینید دوستان عزیز، به خاطر چی ما مثلا شیربها، شیربها در واقع یعنی باهای شیر یا قیمت شیر، مادری که برای یک طفل شیر میده دیگه بالاخره او شیر از او قابل خرید و فروش نیه که ما به 5,000 و 10,000 دلار بدیم بره مادره، بعد بگیم انه دیگه حق شیر از این خلاص شد، دختر بیاریم به خانه، بعد تا بیچاره گپم بزنه بگیم چوب باش که من بالت و پول دادم 5,000 10,000 دلار بیاوردم مهریه تو یا پیشکش دادم، دیگه هر ظلم و ستمی هم خواسته باشیم به سر زوی انجام بدیم. نه ببینیم دوستان عزیز، مادری که یک شب با اولاد خب بالاخره شب بیداری داره، یک شب با اولاد میشینه، 1 ساعت بالاخره با اولاد میشینه، از او خواب شیرین، از او خواب خوب، بله او دیگه نمیشه. ما اگر میلیون ها دلار هم برای از او مادر بدیم، نمیتونیم که در واقع زحمات 1 ساعته ای که او برای دختر کشیده ما او رو بیاییم جبران کنیم.
ای مسئله متاسفانه دیگه همیانم در جامعه ما است، در حالی که ای در میان اعراب در زمان جاهلیت بود. وقتی که اسلام آمد، خداوند متعال آیه این نازل کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بالاخره احادیث متعددی فرمودن. خداوند آیه فرمود و آتون نساء صدقاتهن نحله، شما بدین مهریه های زنان البری از اینا به طریقه نیکو پسندیده. دیگه اینجا آیه گفته نشد که شما شیربه ها بدین بر مادر. خب اگر مثلا ای باس باشه که حالا امیر به عنوان توفه یا هبه میبارم برای داماد میباره برای خوشو خمیده، مشکل نداره. یعنی حالا دیگه توفه یا مثلا طلایی میباره یا مثلا مقدار پولی میباره یا مثلا موبایلی میباره یا مثلا یه چیزا، اینا مسائل هبه یا بخشش جدا گپیه. ولی ای که 5000 10000 1000 1 لک 2 لک هر چی که داشته باشیم این داخل پاکت کنیم، بعد ببریم بگیم شیربه ها بابا جان انور داره او به کیسه بزنه، قرار کرده مصرف کنه، دم به آخر بره دخترم چیزی نرسه، این دیگه هیچ اساس و تهداب شرعی نداره که متاسفانه امروز در جامعه ما بیش از حد هم عرفه. و بعد میگن که این عرفه و بالاخره باید انجام بشه، در حالی که عرف نابجا و عرف غلطی. خداوند متعال همگی ما و شما توفیق بده بالاخره که حالا اگر کار نیکی هم انجام بدیم تحت چوکات شریعت مقدس اسلام باشه. خب دوستان عزیز، و یک مسئله دیگه هم که ما گفتیم، ای مهریه شوهر بر خانم میده در واقع به خاطر کرامت، عزت و شرافته. این مثلا متاسفانه بعضی خانمایی که مهریه نداشتن یا بعضی خانمایی که مثلا مجالس مجلل بری از اینا گرفتن نشده، یا مثلا طلا خیلی بین از اینا برد و آورد نشده، لباسای لوکس بین از اینا بالاخره رد و بدل نشده، اینا ایت استدلال میکنن که بالاخره آخر عزیزن خوشبخت نیه و چه کار فلان. در حالی که برعکس حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خوشبخترین زنان یا بهترین ازدواج ازدواجیه که با مصرف کم انجام بشه. حالا دیگه مصرف کم دیگه به این معنا که در همه مسائل بالاخره ما بیاییم با مصارف کم انجام بدیم، در حالی که بالاخره نه ای طلا انسان رو خوشبخت میکنه نه بالاخره خونه های مجلل. فقط آن چی که انسان رو خوشبخت میکنه عاطفه، احساسات، اخلاق نیک و مهمتر از همه دینداری و دوست داشتن. زمانی که زن و شوهر دیندار بودن طبعا دیگه مسائل دینی رو میفهمن، همدیگر رو درک میکنن، همدیگر رو دوست دارن و همی بری از اینا دیگه دنیای آرامشه. وقتی که متاسفانه یکی از محصلا ما، البته شوهر از این مراجعه کرد پارسال به نزد ما، گفت که مشکل داریم با خانم، خب ایر نصیحت کنیم و اینا ها. خب نمیتونم، توانایی از ایر واقعا ندارم که من مجلس مجلل بری از ای بگیرم، ولی خانم ادعا داره که تو باید به بلندترین تالار. هرچی محصل نصیحت کردیم متاسفانه به حرف ما نکرد. بعد از مدت فهمیدیم که عروسی کردن و بالاخره بعد از یک هفته عروسی طلاق گرفتن از هم دیگر. و دلیل طلاق گرفتن هم این بود که این خانم گفته بود پیش قوم خویش و دوست و دشمن می کم نیام، تو باید محفل مر بالاخره به تالار آسمان بگیری. حالا این هم محفل گرفته تالار آسمان با قرض و فرضی که کرده، سر رفته قرضدارا بیامدن بالاخره که قرضال بده و بالاخره یه ممو وسائلی که به خونه بوده و طلا علایی که بوده عمل بفروخته و می باعث اختلاف شده بین از اینا و بالاخره منجر به طلاق شده. پس خواهرای عزیزمه، بالاخره برادرای عزیزمه، دیگه این مصارف بیجا، ای که بالاخره به خاطر دوست و دشمن قرار باشه ما خود خور بدبخت کنیم، اینها هیچ ارزشی برای ما شما نمیده و هیچ جایگاهی در شریعت مقدس اسلام نداره جز بدبختی. حالا همگی ما و شما میفهمین که خداوند متعال ان الله لا يحب المسرفين، اسراف کنندگان رو دوست نداره. دیگه پس به ای که بیاییم بالاخره محافل غیر ضروری یا بالاخره مصارف غیر ضروری انجام بدیم، خوبه که از اینا همگی بپریزیم تا ای که زندگی خوبی هم در دنیا
و هم در آخرت داشته باشین. به امید از این که معسلان ما دیگه بالاخره مخصوصا طبقه یونس دیگه به این مسائل کمی فکر کنن و انشاءالله دیگه بالاخره ازدواج های موفق همگی شما عزیزان داشته باشین. خب در قسمت مهریه یا مهریه زوج یا همون مهر زوجه، این بالاخره به دو بحث تقسیم می شد، چون ما اول کلمه زوج تعریف کردیم و بالاخره دیگه خام خواب بلا بلا از یک سری که پای در ذهن ما آمد و خدمت شما عزیزان گفتیم، انشاءالله که خسته نشده باشین. میایم به سر دو بحث دیگه، یک بحث سیر تاریخی مهره، ای بالاخره از چه زمانی آغاز میشه، آیا قبل از اسلام بوده، آیا بعد از اسلام بوده، بالاخره چی گونه بوده، سرمنشه ازی چیه، و بحث دیگر حکمت مشروعیت مهر و دلایل وجوب از او، که دلایل از او هم در قرآن ثابت شده و هم در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بس اول سیر تاریخی مهر، ما و شما از لابلای مطالعاتی که داشته باشیم چنین نتیجه میگیریم که مهر یک قدامت نهایتا طولانی داره و بالاخره این مراحل متعدد و مختلف سپری کرده، حالا زمانهای قبل از اسلام تا ای که اسلامی میایه و بالاخره مهریه یا مهر به شکل امروزی در میاییم. بعقیده یک تعداد از علما و دانشمندان میگن مهر زمانی به وجود آمد که نظام پدر سالاری به جای دوره مادر سالاری استقرار میابه. چگونه؟ میگن در ابتدای دوره مردان ناگزیر و مجبور بودن که از میان قبایل دیگر ولی خب بیان امسر انتخاب کنن، به خاطر از اینکه همیشه در میان قبایل جنگا و کنفرما بود دیگه، بالاخره انتخاب همسر اینا از طریق ربودن یا بالاخره اختطاف دختر صورت میگیرید. خب این دیگه باعث عظیم شد که به تدریج بالاخره به مرور زمان جنگ ها بیای جایگاه خود به صلح بده و حالتی که قبلا وجودش که دختر بالاخره میره بودن یا اختطاف میکردن یا همون اصطلاح معنی دوزی میکردن، این دیگه خود به خود از ما بین میره و بالاخره مردان راحت با هر دختری که مورد نظر از اینایه و میخوان ازدواج کنن میرفتن از او خواستگاری میکردن و بالاخره با او ازدواج میکردن و مو فامیل از هم این شوهر برای مدت به عنوان بالاخره اجیر یا خدمتگار خود تعیین میکرد و بعد از مدت این مرد دختر بغد نکای ازی در میآورد. چنانچه ما چند داستان داریم، اول داستان حضرت شعیب موسی در قرآن کریم همی آمده دیگه، زمانی که حضرت موسی علیه السلام در حال فرار بودن از مصر به چاه مدین، زمانی که رسیدن بعد در اونجا میبینن که دخترها حضرت شعیب علیه السلام در کنار چاه با گوسفندایی که داشتن اینا استاده بودن و بالاخره منتظر ازی بودن که گوسفندار آب بدن، چون دیگه اینا هر روز گوسفندایی که داشتن میبردن به کنار موچا و بالاخره برای گوسفندا آب میدادن پس برمیگشتن به خانه. خب حضرت موسی علیه السلام متوجه شد که اینا استاده ان و کسی هم رعایت آل از اینا نمی کنه. بعد حضرت موسی علیه السلام من باب ترحم یعنی بری از اینا در واقع رم کرد و بری گوسفندان از اینا آب داد. بعد دخترها رفتن به نزد پدر خود مراجعت کردن که پدر از اینا در واقع حضرت شعیب باشه، گفتن که پدر همین رقم جوانی بالاخره امروز بر ما ترحم کرد، آب داد برای گوسفندا و داستان خلاصه برای پدر خود که حضرت شعیب علیه السلام بودن قصه کردن. بعد حضرت شعیب علیه السلام گفتن شما برین این مسافر دعوت کنین به خانه. خب بالاخره زمانی که حضرت موسی علیه السلام آمدن به خانه و بالاخره بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام و حضرت شعیب علیه السلام با هم دیگر اینا آشنا شدن، بعد حضرت شعیب رو به طرف حضرت موسی کرد گفت من میخوایم یکی از دو دختر خور به نکاح تو در بیارم، منتها شرط من اینه که تو باید مدت 8 سال برای من کار کنی یا بالاخره چوپانی کنی.
پس اگر دل تو خواست 2 سال دیگه هم علاوه کن و اگر نخواست هیچ. در اینجا بود که حضرت موسی علیه السلام این پیشنهاد رو قبول میکنه و در واقع در بدل خدمت کردن داماد حضرت شعیب علیه السلام میشه. در عربستان هم همین گونه، بالاخره قبل از اسلام موضوع مهریه معمول بود، مروج بود، منتها به گونه بود که در اون زمان پدران و مادران مهر به عنوان حق الزمه یا همین مسئله که بیشتر خدمت شما عزیزان عرض کردم به عنوان مسئله شیربه ها ایر از مرد مطالبه میکردن و بعد ایر حق مسلم خود میدانستن. دیگه بالاخره پدر و مادر از ای استفاده میکردن به هر گونه که خود از اونو دوست داشتن. اما ای دیگه وجودش تا زمانی که اسلام آمد. وقتی که اسلام آمد خداوند متعال پیامبر به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رهنمای عالم بشریت، بالاخره منجی بشر میفرسته و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که به پیامبری مبعوث میشه دیگه این رسمهای ننگین و این رسمهای افتضاح و منحط گذشته همگی رو تغییر میده و بالاخره مهریه از شکلی که در گذشته بالاخره به مسابقه بالاخره خرید و فروش بیشتر گفت و مثل که متاسفانه عالیه میرن به خواستگاری، پدر دختر میگه 5 لک، باز پدر بچه میگه نه 4 لک، با میگه نه 4.5 لک، خلاص آخر میگه نه برو مثلا 4 لک و 20 هزار، خدا دیگه خیر بده، هیچی دیگه گپ نزنه فاتح کنیم، در حالی که خداوند شما رو حفظ کنه دور از جون زو باشه، او که بالاخره گو گسفند نیه که خرید و فروش بشه دیگه، چنه زنیم به چندی باز به چندی باز به چندی، حق خودیونه، خودی بیای در مجلس بشینه و بگه که بالاخره من مگذر مهریه ما مهریه چی باشه و چه کار. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد بالاخره این کلن بیرون کشید و به مسیر اصلی و طبیعی از او سوق داد، در واقع مهریه به عنوان تحفه یا عبه قرار داد که از جانب شوهر بر خانمه و خداوند متعال آیه نازل کرد و آتون نساء صدقاتهن نحله. ای پیامبر تو بگو برای از اینا که مهریه زنان ار بدن به عنوان چی؟ به عنوان همو عبه یا بخشش به طریق نیکو و پسندیده. پس در اینجا بود که در واقع بحث به نام مهریه زنان مطرح شد و این مهریه زنان هم حق خود از اینا بود. ادامه بحث میخونیم ما و شما که یک اقل داریم یک اکثر. اقل مر از 10 درهم شریع کمتر نباشه، یعنی 10 درهم، چون پیامبر فرمودن که نباید اقل مر از 10 درهم شریع کمتر باشه، یعنی اقل مر 10 درهم، 10 درهم. اما در مورد اکثر مرد ما روایت داریم که روزی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سخنرانی داشتن و بعد در رابطه به مهریه گفتن که هر زنی که بیشتر از و اعطیتم احداهن قنطارا. خب اول آیه پیامبر فرمودن، گفتن که حضرت ببخشن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمودن، گفتن که اقل مر به گونه ای که پیامبر فرمودن 10 درهم که در واقع 1 قنطار میشه و اکثر مر 40 قنطار میته، چیزی گفتن که میشه تقریبا 400 درهم. گفتن اگر زنی از 400 درهم بیشتر مهریه خور گرفت 400 بریو میرسه، باقی مونده باید بیاره به خزانه دولت که در واقع همو بیت المال باشه تحویل بده. یکی از زنها بلند شد گفت ای امیرالمومنین، چگونه تو میای حکم میکنی به موضوعی که خدا و پیامبر نگفتن؟ یعنی خدا و پیامبر اکثر من رو تعیین نکردن، قرآن تعیین نکرده، تو آمدی تعیین میکنی. بعد در اینجا بود که حضرت عمر طلب پوزش و طلب مغفرت کردن و دیگه اینجا شد که مسئله ازی بموند برای خانم دیگه. بالاخره اقل مرد که همون 10 درهمه، اکثر مرد هم هرچی که خانم خواسته باشه دیگه میتونه. و امروز هم خوبی بر اینه که همون مهریه میرن مندرج میشه به همون اندازهی که هسته به تحت همون نکانامه شرعی از اینا و بالاخره ای هست. البته مرم خیلی کسایی که دعوا دارن و بالاخره ای
بین آیا مازلی بزرگی و مشکل سختی و بیشتر برای کسایی که در قسمت زندگی ها از اینا نشوزت و ناسازگاری و به فکر از اینن که اگر ما فردا روزی طلاق بگیریم همی حق ما بشه، در حالی که زن و شوهری که واقعا یکدیگر دوست داشته باشن محبت در میان از اونا باشه دیگه، اونا هیچ وقت به فکر از این نیان که بالاخره مهریه چیگونه باشه و چنده باشه و چه کار باشه، اینها دیگه در نزد از اینا مطرح نیست. خب به بحث دیگری که هست یا دومین بحث، حکمت مشروعیت مهر و دلایل وجوب از اینا، چه حکمت هایی دیش که این مهریه یا همون مهر مشروع شد؟ اصل هدف مشروعیت مهر در واقع اظهار اهمیت عقد زوج، یعنی احترامی که شوهر نسبت به خانم داره، اکرام و بالاخره حسن نیت و صداقت مرد برای ازدواج و همچنین بالاخره زمینه برای دوام معاشرت و زندگی زناشویی. علت از این که بالاخره مرد باید متعهد، یعنی تعهد به پرداخت مهر انجام بده، اینه که معمولا بالاخره مردها با توجه به کار و تجارت یا درآمد حاصل از او، توانایی مالی از اونا بیشتر نسبت به زنان. یعنی علت از این که چرا زن به شوهر مهریه نمیده، مرد بر زن مهریه میده، به خاطر از این که وظیفه مردای بالاخره که به بیرون کار کنن، وظیفه زنیه که به بیرون کار کنن، ولی که بالاخره زن از روی علاقه و محبتی که داره تحصیل کرده میره به بیرون کار میکنه دیگه، او بس جدایه. پس به این دوستان عزیز، حالا دیگه این در واقع چون مردها به درآمد بیشتر دسترسی دارن و همی بالاخره خوبه که این شریعت مقدس اسلام گفته که به خاطر رفع احتیاجات زنان مردها برای خانم ها ایر پرداخت کنن، چون گاهی اوقات شاید زن بالاخره یک احتیاجی داشته باشه، روی نشه بیا بره شوهر بگه به من پول بده، حالا وقتی که مردی باشه دیگه او راحت میتونه بالاخره بره خو مصرف کنه. و این هم بستگی داره بالاخره به توان مالی، نمیشه بالاخره مثلا دو تا خواهرن ازدواج میکنن، یک خواهر شوهری داره مثلا 1 لک دلار مهریه میاره، یکی نداره بالاخره 5 هزار، حالا ای بیای دیگه جنگ کنه که به او 1 لک آوردن تو به چرا 5 هزار، هر کس به اندازه توانایی که داره بیشتر از او مکلف نیست. پس میتونه بالاخره اموالی بر زن خوب به عنوان مهر بده که قابلیت خرید و فروش داشته باشه، یعنی قابلیت مالک شدن باشه. مثلا اگه یک مرد بیای برای زن خوب اگه بگیره 20 تا کارتن شراب آوردم یا 4 تا خوک آوردم برای تو به عنوان مهریه، این مهریه درست نیست. چرا؟ چون اینا قابلیت ملکیت در اسلام ندارن. اگه طلا میاره بالاخره مال، اگه خونم بری میاره مال، اگه پول نقدم میاره مال، بالاخره هر کدام از اینا به عنوان مال محسوب میشه. در مورد حکمت مشروعیت مرد توسط دانشمندان و فقهای اسلامی نظریات مختلف ارائه شده. بعضی از دانشمندان به عقیده این میگن اگر عقد ازدواج بدون در نظر داشته وجوب تهدیه مرد توسط زوج بالاخره به زوج مباح دانسته بشه، این گونه عقد ازدواج در واقع زنان را به ابتذال، کسر شأن و بی‌حرمتی میکشونه و باعث از این میشه که بالاخره حیثیت و قدر قیمت زن پایین بیاگه. یعنی دیگه اگر پول آوردن زن خیلی ارزش داره پیش شوهر، ولی اگر پول یعنی مهریه نیاوردن دیگه هیچی نداره. چرا؟ به خاطر از این که میگن اگر در عقد ازدواج مهر در نظر گرفته نشه دیگه زوجم مکلف به پرداخت از اون نشه، شاید امکان داره که هر لحظه خود خانمم که دعوا کنه فکر کنه که ای چی مصرف کردم ببری از ای، یا ای اصلا بالم مفت و رایگان افتاد بیا که قرار کرده تصمیم بگیرم که برم ازدواج دوم رو انجام بدم. پس به اینجایی دیگه در واقع یک کمک بزرگه برای مردای بلحوث، برای مردای خوشگذران دیگه. این وقتی که این مانع بشه برای از اینا، مرد خود خوب فکر میکنه که اگه من همیر طلاق بدم سبا میای ای بالاخره دار و ندارم مری از هر چی بوده برمی داره خود خود میبره دیگه. این در واقع امی به اصطلاح عامیانه میگن پیش پا از این بند داره، این نمیتونه.
بالاخره تا حد زیادی ای بالاخره جلوگیری از اختلاف و مشکلات و ای بدبختی ها میکنه. منتها یک بحث دیگه هم هسته که ما ای بالاخره بحث هم در نظر داشته باشیم یا این نکته یادآور بشیم که در مشروعیت مهر یک سلسله فواید و مزایایی هست. مثلا بحث اول، مهر به عنوان یک وثیقه اطمینان بخش و یک نوع بیمه بالاخره در برابر حوادث آینده که قراره یا احتمال داره که زن در آینده به زور روبرو بشه دیگه این محسوب میشه. بحث دیگر که هست، مهر بر زن همونطوری که قبلا ما گفتیم مایه بالاخره شخصیت در واقع تضمین کننده آبرو از او برای بقای زندگی زن و شوهری از اونه. بس دیگری که هست، مهر بر زن یک نوع جبران خساره در پیمان زن و شوهری به وجود می آیه. چرا؟ به خاطر از این که واضحه که میان بالاخره زنی که ازدواج کرده و زنی که ازدواج نکرده از نظر امکانات بالاخره تفاوتهای زیادی وجود داره. پس به اینجا دوستان عزیز اگر بیایم به صورت کلی بگیم، اینه که مقصد یا منظور از دلایل وجوب مهر عبارت از یک دلایل قولی و فعلیه که بر اساس از وجوب مهر بالی زوجه تعدیه از او بالاخره بر زوجه، یعنی بالاخره از جانب زوج بر زوجه ثابته دیگه. حالا این دلایلی که ثابت میکنه کتاب الله و سنت پیامبره. اول کتاب الله، خداوند متعال میفرمایه و آتو النساء صدقاتهن نحله. پس از این معلوم میشه که مردان بالاخره مکلف ساخته که شما باید بر زنان بدین مهریه از اونها به طریقه نیکو و پسندیده، یعنی بر رضا و رغبت خود بر زنان پرداخت کنین مهریه از اونها. یا در جای دیگر میفرماید فمستم تعتم بهی منهن فاتوهن اجورهن فریده، یعنی پس اگر نفع گرفتین از زنان پس بدین بری از اونا مهریه های از اونا که مقرر کرده شده. و همچنان سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. دومین دلیلی که برای ارتباط وجوب مهر بالای زوج وجود داره اینه که احادیثیه که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده. تعدادی از احادیثی روایت شده که در واقع واجب بودن مهر بالای زوج ثابت میکنه که تعداد از اینا زیاده، و همچنان بعضی از احادیث هم بالاخره به مهر ارتباط میگیره که اینا هر کدام از اینا یک عالم بحثای مفصلیه که انشاءالله خود شما در مباحث بعدی میخوانم. پس با عنوان نکته کلی ما این بحث رو باید بیاد داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با هیچ یک از زوجات مطهرات خود بدون مهر ازدواج نکرد، که ای در واقع ای عمل استمرار و همیشگی پیامبر میرسونه، و همچنان ایر به عنوان یکی از نکات واجب یا وجوبی که هست، یعنی بر مرد واجبه که مهریه خانم رو پرداخت کنه، ایر بر ما و شما میرسونه. و همچنان بس دیگری هم هست در رابطه به اجماع امت. اجماع امت هم علمای امت همه گیر اتفاق بر ای دارن که بالاخره همه مسلمانان از زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا عصر حاضر بر این امر اتفاق نظر دارن که مهریه از جمله وجایبیه که شوهر یا مرد مکلف و مجبوره که این مهریه بر خانم بالاخره پرداخت کنه. این بحث ما شما بود دوستای عزیز، بحث به نام حکمت مشروعیت مهر و دلایل وجوب از او. انشاءالله بحثی که جلسه بعدی میخوانیم اندازه مهر، فعلا این جلسه ختم شد. انشاءالله که از این توضیحاتی که دادم تونسته باشین که یک استفاده خوبی کرده باشین. اگر کدام جایی از ما کم و کاستی یا کوتاهی دیگه شما به بزرگواری خما رو عفو کنین. انشاءالله که جور و سعدمند باشین، روز و شب شما خوش. شما همه گیرر به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خدا حافظ و ناصر شما.